گلستان سعدی. تهیه شده در بنیاد آینه. باب اول، در سیرت پادشاهان. حکایت 11. درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. حجاج یوسف را خبر کردند، بخواندش و گفت دعای خیری بر من بکن. گفت خدایا جانش بستان. گفت از بهر خدا این چه دعاست؟ گفت دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری. حکایت 12. یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید که از عبادتها کدام فاضل تر است. گفت تو را خواب نیم روز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به. حکایت 13. یکی از ملوک شنیدم که شبی در عشرت روز کرده بود و در پایان مستی می گفت ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست، که از نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. درویشی برهنه به سرما بیرون خفته بود، بشنید و گفت ایان که به اقبال تو در عالم نیست، گیرم که غمت نیست غم ما هم نیست. ملک را خوش آمد، سره‌ای 1000 دینار از روزن بیرون داشت و گفت دامن بدار ای درویش. گفت دامن از کجا آرم که جامه ندارم. ملک را بر حال ضعیف او رقت زیادت شد و خلعتی بر آن مزید کرد و پیشش فرستاد. درویش آن نقد و جنس را به اندک مدتی بخورد و پریشان کرد و به طمع باز آمد. قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال. در حالتی که ملک را پروای او نبود، عرضه داشتند که فلان درویش ایستاده است. به هم برآمد و روی در هم کشید و از اینجا گفتند اصحاب فتنت و خبرت که از حدت و سورت پادشاهان بر حذر باید بود، که غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق باشد و تحمل ازدحام عوام نکند. حرامش بود نعمت پادشاه، که هنگام فرصت ندارد نگاه. مجال سخن تا نبینی ز پیش، به بیهوده گفتن مبر قدر خیش. گفت این گدای مبذر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت برانید، که خزینه بیت المال لقمه مساکین است نه طعمه اخوان و شیاطین. ابلهی کو روز روشن شعم کافوری نهد، زود باشد کش به شب روغن نبینی در چراغ. یکی از وزرای ناصح گفت ای پادشاه روی زمین، چون این کسان را وجه کفاف به تفاریق مجرا باید داشت تا در نفقه اسراف نکنند. اما اشارت که فرمودی از زجر و من مناسب سیرت ارباب همت نیست. یکی را به لطف امیدوار کردن و باز به ناامیدی خسته گردانیدن. به روی خود در طماع باز نتوان کرد، چو باز شد
به درشتی فراز نتوان کرد. کس نبیند که تشنگان حجاز به لب آب شور گردایند، هر کجا چشمه ای بود شیرین مردم و مرغ و مور گردایند. حکایت چهاردهم. یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کردی و لشکر به سختی داشتی. لاجرم دشمنی صعب روی نمود، همه پشت دادند. چو دارند گنج از سپاهی دریغ، دریغ آیدش دست بردن به تیغ. یکی را از آنان که قدر کردند با من دوستی بود. ملامتش کردم و گفتم دون است و بی سپاس و سفله و ناحق شناس که به اندک تغییر حال از مختوم قدیم برگردد و حقوق نعمت سالیان در نوردد. گفت اگر به کرم معذور داری شاید، که اسبم بیجا بود و نمدزین به گرو، و سلطان که به زر با سپاهی بخیلی کند به سر با او جوان مردی نتوان کرد. زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد، و گرش زر ندهی سر بنهد بر عالم. ازا شب الکمی یسول و بدشن، و خاوی البطن یبتش و بالفراری. حکایت پانزدهم. یکی از وزرا معزول شد و به حلقه درویشان در آمد. برکت صحبت ایشان در او سرایت کرد و جمعیت خاطرش دست داد. ملک بار دیگر با وی دل خوش کرد و عمل فرمود. قبول نکرد و گفت معزولی به نزد خردمندان به که مشغولی. آنان که به کنج عافیت بنشستند، دندان سگ و دهان مردم بستند. کاغذ بدریدند و قلم بشکستند، و از دست و زبان حرف گیران رستند. ملک گفت هر آینه ما را خردمندی کافی باید که تدبیر مملکت را بشاید. گفت ای ملک، نشان خردمند کافی جز این نیست که به چنین کارها تندر ندهد. همای بر همه مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و جانور نیازارد. سیه گوش را پرسیدند که ملازمت صحبت شیرت به چه وجه اختیار آمد؟ گفت تا فضله سیدش می خورم و از شر دشمنان در پناه سولتش زندگانی می کنم. گفتند اکنون که به ظل حمایتش در آمدی و به شکر نعمتش اقرار کردی، چرا نزدیکتر نیایی تا به حلقه خاصانت در آرد و از بندگان مخلصت شمارد؟ گفت از بطش او همچنان ایمن نیستم. اگر صد سال گبر آتش فروزد، چو یک دم اندرو افتد بسوزد. افتد که ندیم حضرت سلطان را زر بیاید و باشد که سر برود. و حکما گفتند از تلون طبع پادشاهان بر حذر باید بود، که وقتی به سلامی برنجند و وقتی به دشنامی خلعت دهند. و آوردند که ظرافت بسیار هنر ندیمان است و عیب حکیمان. تو بر سر قدر خیشتن باش و وقار، بازی و ظرافت به ندیمان بگذار. حکایت شانزدهم. یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد نزدیک من آورد که کفاف اندک دارم و عیال بسیار و طاقت بار فاقه نمی آرم، و بارها در دلم آمد که
به اقلیمی دیگر نقل کنم تا در آن صورت که زندگانی کنم کسی را بر نیک و بد من اطلاع نباشد. بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست، بس جان به لب آمد که بر او کس نگریست. باز از شماتت اعدا می اندیشم که به طعنه در قفای من بخندند و سعی مرا در حق عیال بر عدم مروت حمل کنند و گویند مبین آن بی مروت را که هرگز نخواهد دید روی نیک بختی، که آسانی گزیند خیشتن را، زن و فرزند بگذارد به سختی. و در علم محاسبت چنان که معلوم است چیزی دانم، اگر به جاه شما جهتی معین شود که موجب جمعیت خاطر باشد، بقیت عمر از عهده شکر آن به در نتوانم آمد. گفتم عمل پادشاه دو طرف دارد، امید و بیم، یعنی امید نان و بیم جان، و خلاف رای خردمندان باشد بدان امید در این بیم افتادن. کس نیاید به خانه درویش که خراج زمین و باغ بده، یا به تشویش و قصه راضی شو، یا جگربند پیش زاغ بنه. گفت این سخن موافق حال من نگفتی و جواب سؤال من نیاوردی. نشنیده ای که هر که خیانت ورزد پشتش از حساب بلرزد؟ راستی موجب رضای خداست، کس ندیدم که گم شد از ره راست. و حکما گفتند 4 کس از 4 کس به جان برنجند: حرامی از سلطان، و دزد از پاسبان، و فاسق از غماز، و روسبی از محتسب. و آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ مکن فراخ روی در عمل گر خواهی، که وقت رفع تو باشد مجال دشمن تنگ. تو پاک باش و مدار ای برادر از کس باک، زنند جامعه ناپاک گازران بر سنگ. گفتم حکایت آن روباه مناسب حال توست که دیدنش گریزان و بیخیشتن افتان و خیزان. کسی گفتش چه آفت است که موجب چندین مخافت است؟ گفت شنیدم شتر را به سخره می گیرند. گفتند ای شیفته ی لایعقل، شتر را با تو چه مناسبت و تو را با او چه مشابهت؟ گفت خاموش، که اگر حسودان به غرض گویند شتر است و گرفتار آیم، کرا غم تخلیص من باشد تا تفتیش حال من کند؟ و تا تریاق از عراق آورده باشند مارگزیده مرده باشد. همچنین تو را فضل است و دیانت و تقوا و امانت، اما متعنتان در کمینند و مدعیان گوش نشین. اگر آنچه حسن سیرت توست به خلاف تقریر کنند و در معرض خطاب پادشاه افتی، کرا در آن حالت مجال مقالت باشد؟ پس مصلحت آن میبینم که ملک قناعت را حراست کنی و ترک ریاست گویی. به دریا در منافع بیشمار است، و گر خواهی سلامت بر کنار است. رفیق این سخن بشنید و به هم برآمد و روی در هم کشید و سخنان رنجش آمیز گفتن گرفت که این چه عقل است و کفایت و فهم و درایت. قول حکما درست آمد که گفتند دوستان در زندان به کار آیند، که بر سفره همه دشمنان دوست نمایند. دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی، دوست آن دانم که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. دیدم که متغیر می شود و نصیحت به غرض می شنود. به نزدیک صاحب دیوان رفتم به سابقه معرفتی که در میان ما بود، و صورت حالش بیان کردم و اهلیت و استحقاقش بگفتم تا به کاری مختصرش نصب کردم. روزی چند بر این برآمد، لطف طبعش بدیدند و حسن تدبیرش بپسندیدند و کارش از آن درگذشت و به مرتبه‌ای برتر از آن ممکن شد.
همچنین نجم سعادتش در ترقی بود تا به اوج ارادت برسید و مقرب حضرت سلطان و مشارون الیه و معتمدون علیه گشت. بر سلامت حالش شادمانی کردم و گفتم ذکار بسته میندیش و دل شکسته مدار که آب چشمه حیوان درون تاریکی است. الا لا یجعرن اخ البلیه فللرحمن الطاف و خفیه. منشین ترش از گردش ایام که صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. مرا در آن قربت با طایفه ای یاران اتفاق سفر افتاد. چون از زیارت مکه باز آمدم دو منزلم استقبال کرد. ظاهر حالش دیدم پریشان و در هیئت درویشان. گفتم حال چیست؟ گفت چنان که تو گفتی طایفه ای حسد بردند و به خیانتم منسوب کردند و ملک دام ملکو در کشف حقیقت آن استقصا نفرمود و یاران قدیم و دوستان حمیم از کلمه حق خاموش شدند و صحبت دیرین فراموش کردند. نبینی که پیش خداوند تخت تواضع کنان دست بر بر نهند؟ چو بینند کارش ز دست افتاد همه عالمش پای بر سر نهند. فی الجمله به انواع عقوبت گرفتار بودم تا در این روزها که مژده سلامت حجاج برسید از بند گرانم خلاص کردند و ملک موروثم خاص. گفتم آن نوبت اشارت من قبول نکردی که گفتم عمل پادشاه چون سفر دریاست، خطرناک و سودمند، یا گنج برگیری یا در طلسم بمیری، یا زر به هر دو دست کند خواجه در کنار، یا موج روزی افکندش مرده بر کنار. مصلحت ندیدم از این پیش ریش درونش را به ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن. بدین دو کلمه اختصار کردم. ندانستی که بینی بند بر پای چو در گوشت نیامد پند مردم؟ دگر رهگر نداری طاقت نیش، مبر انگشت در سوراخ کشتم. حکایت هفدهم. تنی چند به صحبت من بودند، ظاهر ایشان به صلاح آراسته و یکی از بزرگان حسن ظنی بلیغ در حق این طایفه داشت و ادراری معین کرد، مگر یکی از ایشان حرکتی کرد نمناسب حال درویشان. ظن آن شخص فاسد شد و بازار اینان کاسد. خواستم تا به طریقی کفاف یاران مستخلص کنم آهنگ خدمتش کردم. دربانم رها نکرد و جفا کرد. معذورش داشتم که شنیده بودم که لطیفان گفتند در میر و وزیر و سلطان را بی وسیلت مگرد پیرامون. سگ و دربان چو یافتند غریب، این گریبانش گیرد آن دامن. چندان که مقربان حضرت آن بزرگ بر حالت من وقوف یافتند، با عزاز و اکرام در آوردند و برتر مقامی معین کردند. به تواضع فروتر نشستم و گفتم بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم. گفت الله الله، چه جای این سخن است؟ گر بر سر و چشم من نشینی بارت بکشم که نازنینی. فی الجمله بنشستم و از هر دری سخن در پیوستم تا حدیث زلت یاران در میان آمد و گفتم
چه جرم دید خداوند سابق الانعام که بنده در نظر خیش خار می دارد؟ خدای راست مسلم بزرگواری و لطف که جرم بیند و نان برقرار می دارد. حاکم این سخن عظیم بپسندید و اسباب معاش یاران فرمود تا به قاعده ماضی مهیا دارند و معونت ایام تعطیل وفا کنند. شکر نعمت بگذاردم و زمین خدمت ببوسیدم و عذر جسارت بخواستم و در وقت بیرون آمدن گفتم چو کعبه قبله حاجت شد از دیار بعید، روند خلق به دیدارش از بسی فرسنگ. تو را تحمل امثال ما بباید کرد که هیچ کس نزند بر درخت بیبر سنگ. حکایت 18. ملک زاده ای گنج فراوان از پدر میراث یافت. دست کرم برگشاد و سخاوت بداد و نعمت بی دریغ بر سپاه و رعیت بریخت. نیاساید مشام از طبله عود، براتش نه که چون عنبر ببوید. بزرگی بایدت بخشندگی کن که دانه تا نیفشانی نروید. یکی از جلسای بی تدبیر نصیحتش آغاز کرد که ملوک پیشین این نعمت را به سعی اندوختند و برای مصلحت نهاده. دست از این حرکت کوتاه کن که واقعه ها در پیش است و دشمنان در پس. نباید که به وقت حاجت درمانی. اگر گنجی کنی بر عامیان بخش، رسد هر کت خدایی را برنجی. چرا نستانی از هر یک جوی سیم که گرد آید تو را هر روز گنجی؟ ملک روی از این سخن در هم کشید و او را زجر فرمود و گفت مرا خدای عزوجل پادشاه این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم، نه پاسبانم که نگه دارم. قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت، نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت. حکایت 19. آوردند که انوشروان عادل در شکارگاهی صیدی کباب کرده بود و نمک نبود. غلامی را به روستا فرستاد تا نمک حاصل کند. گفت زینهار تا نمک به قیمت به ستانی تا رسمی نگردد و ده خراب نشود. گفتند اینقدر چه خلل کند؟ گفت بنیاد ظلم در جهان اول اندک بوده است و به مزید هر کس بدین درجه رسیده است. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. به 5 بیضه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش 1000 مرغ به سیخ. حکایت 20. غافلی را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزینه سلطان آبادان کند. بی خبر از قول حکما که گفتند هر که خدای را عزوجل بیازارد تا دل خلقی به دست آرد، ایزد تعالی همان خلق را بر او بگمارد تا دمار از روزگارش برآرد. آتش سوزان نکند با سپند آنچه کند دود دل دردمند. سر جمله حیوانات گویند شیر است و کمترین جانوران خر، و به اتفاق خردمندان خر باربر به که شیر مردم در. مسکین خر اگر چه بی تمیز است، چون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران رنج بردار، به زادمیان مردم آزار. باز آمدیم به حکایت وزیر غافل.
ملک را طرفی از ذمایم اخلاق او معلوم شد، در شکنجه کشیدش و به انواع عقوبت بکشت. حاصل نشود رضای سلطان تا خاطر بندگان نجویی، خواهی که خدای بر تو بخشد با خلق خدای کن نکویی. آوردند که یکی از ستم دیدگان بر او بگذشت و در حال تباه او نظر کرد و گفت: نه هر که قوت بازوی منصبی دارد به سلطنت بخورد مال مردم به گزاف. توان به حلق فرو بردن استخوان درشت، ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف. نماند ستمکار بد روزگار، بماند بر او لعنت پایدار. حکایت 21. مردم آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد. درویش را مجال انتقام نبود، سنگ را با خود همی داشت تا وقتی که ملک را بر آن لشکری خشم آمد و او را در چاه کرد. درویش در آمد و سنگش در سر انداخت. گفتا: تو کیستی و مرا این سنگ چرا زدی؟ گفت: من فلانم و این همان سنگ است که در فلان تاریخ بر سر من زدی. گفت: چندین وقت کجا بودی؟ گفت: از جاهت می اندیشیدم، اکنون که در چاهت دیدم فرصت غنیمت شمردم. ناسزایی را چو بینی بخت یار، عاقلان تسلیم کردند اختیار. چون نداری ناخن درنده تیز، با ددان آن به که کم گیری ستیز. هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد مسکین خود را رنجه کرد. باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دشمنان مغزش برار. حکایت 22. یکی از ملوک را مرضی هایل بود که اعادت ذکر آن ناکردن اولا. طایفه حکمای یونان اتفاق کردند که مرین رنج را دوایی نیست مگر زهره آدمی به چندین صفت موصوف. بفرمود تا طلب کردند. دهقان پسری یافتند بدان صفت که حکما گفته بودند. پدرش را و مادرش را بخواند و به نعمت بیکران خوشنود کرد و قاضی فتوا داد که خون یکی از آحاد رعیت ریختن سلامت نفس پادشاه را رواست. جلاد قصد کشتن کرد. پسر سر سوی آسمان کرد و تبسم کرد. ملک پرسید که در این حالت چه جای خندیدن است؟ گفت: ناز فرزندان بر پدر و مادر باشد و حکومت بر قاضی برند و داد از پادشاه خواهند. اکنون پدر و مادر به علت حطام دنیا مرا به خون در سپردند و قاضی به کشتنم فتوا داد و پادشاه راضی شد به ریختن خونم. در این حالت جز خدای پناه نیست. پیش که برآورم ز دستت فریاد، هم پیش تو از دست تو گر خواهم داد. سلطان را از این سخن دل به هم برآمد و آب در دیده بگردانید و گفت: هلاکت من اولاتر که خون بیگناهی ریختن. سر و چشمش ببوسید و در کنارش گرفت و نعمت بیکران داد و آزاد کرد و گویند هم در آن هفته شفا یافت. همچنان در فکر آن بیتم که گفت: پیلبانی بر لب دریای نیل، زیر پایت گر بدانی حال مور،
همچو حال توست زیر پای پیل.